سلام، به تفسیر خبر امشب خوش آمدید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران برای سفر به سه کشور بنین، نیجر و غنا عازم قاره آفریقا شده است. بر اساس گزارش ها این سفر در راستای ریاست ایران بر شورای عدم تعهد هستش. به گزارش ایرنا، محمود احمدی نژاد بعد از ظهر دیروز با بدرقه رسمی محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور تهران به مقصد بنین تهران رو ترک کرده. در مراسم بدرقه رسمی رئیس جمهور، مسعود ظریف‌آفان رئیس بنیاد شهید امور ایثارگران، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری و محمد حسن نامی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور داشته و همچنان کسی از دفتر رهبر جمهوری اسلامی در این مراسم شرکت نداشته است. رئیس جمهور را در سفر به غرب آفریقا اسفندیار رحیم مشایی، مشاور رئیس جمهور و رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد، مصطفی ثمره هاشمی مشاور ارشد رئیس جمهور، حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه، مجید نامجو وزیر نیرو، محمد صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی و اسدالله عباسی سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی همراهی میکنه. برای بررسی حاشیه‌های این سفر و اهمیت قاره آفریقا از باب سفر چندین باره مقامات جمهوری اسلامی به کشورهای آفریقایی، امروز فرصتی هست تا با آقای دکتر رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی از گلاسکو، در خدمت شما باشیم. آقای تقی‌زاده، سلام به شما، به برنامه ما خوش آمدید. سلام به شما و خیلی متشکرم از گرفتن من در برنامه خودتون. ممنون. آقای تقی‌زاده، اگر اجازه بدید پیش از اینکه وارد بحث اصلی بشیم مقداری به حاشیه های سفر بپردازیم. باز هم کسی از مقامات و یا نمایندگان دفتر سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد رو در سفرهای بین المللی بدرقه نکرده. این دومین سفر خارجی احمدی نژاد هستش که بدون نمایندگان دفتر رهبر جمهوری اسلامی به اون سفرها میره. شما آیا فکر میکنید اینها پیامی داره و یا نه فقط یک اتفاق ساده است؟ نه، بدون تردید. فقط تفاوت این است که آقای احمدی‌نژاد خودش به نبودن نمایندگان دفتر رهبر جمهوری اسلامی در فرودگاه موقعی که به سفر خارج میره عادت کرده، ولی شما هنوز عادت نکردید. این اولین سفری نیست که آقای احمدی نژاد به خارج میره. از زمانی که مناسبات ایشون با رهبر جمهوری اسلامی تیرتر از پیش شده، نمایندگان دفتر رهبر جمهوری اسلامی که معمولا در بین اونها رئیس دفتر و همینطور آقای ولایتی به عنوان مشاور روابط بین‌المللی آقای خامنه‌ای حضور داشتن، از رفتن به فرودگاه خودداری میکنن، که این خودش به هر حال نمادی است در توجیه یا در توضیح مناسبات سرد رئیس جمهور با رهبر جمهوری اسلامی. در این سفر اما از طرف دیگه اسفندیار رحیم مشایی و بقایی به همراه هاشمی ثمره، البته خب هاشمی ثمره حاشیه های کمتری داره، اما اسفندیار رحیم مشایی این روزها بازار بسیار داغی در اخبار ایرانی داره و بسیاری از او به عنوان نفری اشاره میکنند که محمود احمد نژاد سرمایه گذاری های بسیاری بر روی او انجام میده برای ریاست جمهوری دور آینده. این رو شما، این همراهی رو آیا در راستای تبلیغات انتخاباتی او میدونید یا آیا فکر میکنید باز هم محمود احمدی نژاد فقط به علت دهنکجی به بیت رهبری و یا تمام منتقدین این کار رو میکنه؟ تصور میکنم که تمام این عوامل که شما به اون اشاره کردید بخشی از انگیزه های همراه بردن تمام نزدیکان دولت با رئیس دولت هست. سه تفنگداری که شما از اونها اسم بردید، آقای هاشمی ثمره و همینطور رحیم مشایی و آقای بقایی، یاران نزدیک دولت هستند و بجز آقای ثمره بقیه این دوستان در مزان تهاجم و انتقادات زیادی از داخل بخصوص از طرف اصولگرایان بودند. طبیعتا آقای صالحی هم این گروه رو به عنوان وزیر خارجه و همراه کننده تیم اصلی تنها نگذاشته. برای هر کدوم از اینها یک توجیه خاص وجود داشته. یعنی اگر انگیزه ای سفر تحکیم مناسبات ایران با کشورهای آفریقایی عضو گروه عدم تعهد هست، آقای مشایی به عنوان رئیس دفتر این مناسبات این همراهی رو توجیه میکنه. آقای هاشمی ثمره حتی قبل از پیوستن به تیم آقای احمدی نژاد در وزارت خارجه مسئولیت تدارک سفرهای
غیر رسمی خارجی رئیس جمهور رو در زمان آقای خاتمی اداره میکرد. آقای بقایی بچه تصمیه حضورش طبیعتاً خیلی روشن نیست، ولی رفتن آقای صالحی به عنوان وزیر خارجه طبیعی است. شاید اگر که در وضعیت دیگر این گروه همراه آقای احمدی نژاد میشدن خیلی بحث‌انگیز نبود، ولی در وضعیتی که دولت به انتخابات بسیار حساس رئیس جمهوری نزدیک میشه، همراه بردن این تیم به نوعی اما اگر ایجاد میکنه، شاید به نوعی آقای احمدی نژاد با بردن این تیم به همراه خودش، به خصوص دو نفری که شما یاد کردید، یعنی هاشمی ثمره و همینطور آقای رحیم مشایی، اونها رو از آسیب‌های احتمالی که ممکن بود متوجه اونها بشه محفوظ نگه داشته. آقای تغیزاده، امروز امیر عبداللهیان یکی از معاونان وزارت امور خارجه اشاره ای داشتش به این که ما همواره از آغاز انقلاب برای برقراری صلح و عدالت اجتماعی در آفریقا، در قاره آفریقا برنامه داشتیم. مسئله بر سر اینه که آیا فکر میکنید که تمام سرمایه گذاری هایی که در این چند سال گذشته محمود احمدی نژاد شاید بشه گفت با دست و دلبازی بسیار هم انجام داده بود، در راستای همین توسعه ای هستش که او امروز امیر عبداللهیان اشاره میکنه، و یا نه جمهوری اسلامی به دنبال اهداف دیگه است؟ آقای عبداللهیان یا با تاریخ آشنا نیست یا میخواد به علت داشتن منصب معاونت وزارت خارجه در امور آفریقا و البته آسیا موقعیت شغلی خودشون رو توجیه بکنه. ایران در دهه اول انقلاب کمترین توجهی به آفریقا نداشت، فرصت پرداختن به مناسبات آفریقایی رو هم نداشت، امکانات اون رو هم در اختیار نداشت، ولی بعد از دوران رئیس جمهوری آقای خاتمی نگاه به آفریقا تا حدی جدی‌تر شد. البته نیم نگاهی هم ایران در همون زمان به کشورهای آمریکای لاتین داشت. این دو نوع مناسبات رو همراه با تنش زدایی در دوران آقای خاتمی آغاز کردن، نه از ابتدای انقلاب. البته آقای احمدی نژاد بعد که به قدرت رسید با توجه به برخورداری از امکانات مالی بسیار بسیار زیادتر، فرصت پیدا کرد که بخش سیاست خارجی نگاه به آفریقا رو توسعه بده. امکانات مالی دولت کمک میکرد تا ایران سخاوتمندانه به کشورهایی که یا دارای جمعیت مسلمان نشین بودند یا ناآرامی های داخلی امکان حضور ایران رو فراهم میکرد کمک بکنه، و از راه دادن کمک های مالی اونها رو به همراهی با جمهوری اسلامی تشویق بکنه. ایران در طول این سالها تحت فشار جامعه جهانی بوده، تحریم هایی از طرف شورای امنیت تحمل کرده و میخواسته بعد از قرار گرفتن در محدودیت با توسعه مناسبات با کشورهای خارجی به نوعی انزوای تحمیلی خودش رو خونسا بکنه. البته به گرفتن رأی مثبت این کشورها در مجامع بین المللی و یا حداقل رأی ممتنع اونها هم دل بسته بوده، و این تنها پاسخ مثبتی است که در ازای دادن کمک‌های سخاوتمندانه از کشورهای آفریقایی دریافت کرده. آقای تغیزاده، مسئله بر سر اینه که الان مثلا کشوری به مانند بنین که سطح درآمد روزانه مردم اونجا نزدیک به 1.25 دلار بیشتر نیست، چگونه میتواند با این همه کارهایی که محمود احمدی نژاد انجام میده به عنوان حتی حداقل یک شریکی در معادلات سیاسی جهانی به فریاد ایران بیاد، و یا اینکه حتی آیا میتونه یک شریک اقتصادی خوب برای ایران باشه؟ هیچ کدوم از کشورهای آفریقایی به غیر از کشور آفریقای جنوبی شرکای طبیعی اقتصادی ایران نمیتونن باشن. هر کشوری با هر کشوری میخواد مناسباتی برقرار بکنه، بایستی یک انگیزه قوی در توسعه مناسبات براش وجود داشته باشه. یک کشوری نیازمند خرید اسلحه از روسیه است، طبیعتاً سیاست خارجی خودش رو به اون کشور نزدیک میکنه، یا کشور دیگری وارد کننده انرژی است و میخواد با کشور صادر کننده نفت خام
مناسبات خوبی داشته باشه. این طبیعت در مورد ایران و کشورهای آفریقایی به هیچ وجه وجود نداره، یعنی نه کشورهای آفریقایی مکمل اقتصادی ایران هستند و نه ایران صادرکننده کالای عمده‌ای به هر کدوم از کشورهای آفریقایی به شمار میره. با این وجود ایران سیاست نگاه به آفریقا رو دنبال کرده، چرا که حداقل در مجامع عمومی این اصل برقراره که آمریکا در کنار بنین که شما از اون یاد کردید در ساختار و سازمان‌های بین‌المللی دارای یک رأی مساویه. بنابراین اگر یکی از اینها به شورای امنیت راه پیدا بکنه یا در مثلا مجمع حقوق بشر حضور داشته باشه یا در مجمع عمومی سازمان ملل، یک رأی اونها به نفع جمهوری اسلامی هم یک رأی تموم میشه. شما حق دارید در این مورد که میگید کشور بنین کشور فقیری است، کشور نسبتاً کوچکی است با جمعیتی در حدود 8 یا 9 میلیون و دارا بودن ساکنین مسلمان، البته مذاهب دیگه هم در این کشور هستند، و اقتصاد بسیار فقیر و مردم نیازمند. خب ایران متعهد یک کمک 40 میلیون دلاری به این کشور شده و همینطور متعهد شده که با کشوری که اصلا قرابت فرهنگی نداره، اشتراک زبان نداره، اشتراک تاریخ نداره، یک آمفی‌تئاتر هم بسازه. خب 40 میلیون دلار به اضافه ساختن یک آمفی‌تئاتر به نوعی میتونه شاید دولت بنین رو راضی بکنه و اونها هم خوشحالن که با یک کشور خاورمیانه‌ای مناسباتی دارن. از بابت این چیزی پرداخت نمیکنن. اگر ضرورت ایجاب کرد به نماینده اونها میگن در مورد ایران یا تنبیهات ایران رأی ممتنع بدن. این خاصیت در مورد نیجر و همینطور قنا هم صادقه، بخصوص نیجر که کشور بسیار فقیری است. در مورد اول یعنی بنین ایران میتونه به مثلا افزایش تولید برق این کشور کمک بکنه. این کشور در حدود ظرفیت مصرف برقش به اندازه ظرفیت تولید یکی از کارخانه های 1000 مگاواتی برق گازی ایرانه، البته در حدود 200 مگاوات از این برق رو خودش تامین میکنه. بیش از 60% 70% این برق رو از کشورهای همسایه میخره و ایران هم شاید میتونه تا حدودی به ساختن یک نیروگاه گازی یا نیروگاه سوخت فسیلی به کشور بنین کمک بکنه و این توجیه حضور وزیر نیرو هم در این سفر هست. ولی در مورد غنا و در مورد نیجر هدفهای دیگری هم بر این سفر افزوده شده. آقای تقی‌زاده، یکی از دیگر مسائلی که در مطبوعات و در محافل بین‌المللی بیشتر بهش اشاره شده بود نگاه ایران به مسئله پولشویی هستش، یعنی استفاده از این کشورها برای استفاده از اینی که پولهایی که امروز بر اثر تحریم‌ها امکان جابجاییش بسیار کم شده و محدود شده رو بتونن به طریقی از طریق کشور سوم شاید انجام بدن. آیا فکر می‌کنید این کشورها پتانسیل این موضوع رو دارن و یا نه اینها اصلا کلن از دایره چنین تحلیلی خارج هستن؟ در مورد انتقال پول و تسهیل مبادلات خارجی ایران و پرداختهای پولیش که این روزها در وضعیت بسیار دشواری هست، ایران به ظرفیت کشورهای آمریکای لاتین به مراتب بیشتر از کشورهای آفریقایی اعتماد میکنه. کشورهای آفریقایی از نظر مبادلات بانکی به هیچ وجه کشورهای مورد اعتمادی نیستند و ریسک مبادلات مالی با هدف پرداخت به کشور ثالث یا کمپانی ثالث با کشورهای آفریقایی بسیار بالاست. این ظرفیت‌ها رو ایران بیشتر از جهت کشور ونزوئلا مورد نظر داشت. خاطرتون هست که وزیر اسبق، رئیس اسبق بانک مرکزی ایران آقای مظاهری چند پیش در آلمان با یک چک 70 میلیون دلاری دستگیر شد که بعد مدعی شد این چک رو برای پرداخت ساختن بیش از 3000 خانه و پرداخت مزد کارمزد کارگران اونها در حاشیه کاراکاس همراه خودش می‌برده، پایتخت ونزوئلا. چنین ظرفیتی در آفریقا وجود نداره و در بعضی از کشورها مثل نیجریه و نه کشور نیجر که حالا مقصد آقای رفسنجانی آقای احمدی نژاد هست، این ظرفیت بانکی وجود داره، یا در سنگال تا حدی وجود داره، ولی ریسک این سرمایه‌گذاری‌ها ریسک بالایی است و به این علت ایران خطر نمی‌کنه که ظرفیت مالی آفریقا رو به کمک بگیره برای تسهیلات مبادلات خارجی مورد نظرش. یکی از کشورهایی که مقصد محمود احمدی نژاد در این سفر هست، حاشیه‌های بسیاری رو به همراه داره و بسیاری اون رو هدف اصلی این سفر قلمداد می‌کنن و کشور نیجر هست. چهارمین کشوری هستش که منابع عظیم اورانیوم داره و این منبع عظیم شاید
یکی از دلایل سفر محمود احمدی نژاد برای پیدا کردن بخشی از اورانیومی هستش که در پروژه اتمی بخواد ازش استفاده کنه. چقدر این سفر رو شما با اهمیت میدونید و چقدر این تحلیل رو که محمود احمدی نژاد برای یافتن اورانیوم به نیجر سفر کرده رو واقع میدونید؟ این مورد هم خیلی موضوع جدی نیست. البته این درسته که نیجر دارای ذخایر اورانیوم قابل توجه است. بخش عمده‌ای از این ذخایر رو به فرانسه می‌فروشه. کشوری بوده که در گذشته مستعمر فرانسه بوده و طبیعی است که این مناسبات تجاری و اقتصادی با اون کشور هم ادامه پیدا بکنه. طبیعتاً نیجر می‌خواد که بازارهای صادراتیش رو متنوع بکنه. نیجر هم اینطور متهم بوده که در سال‌های پیش از برکناری با حکومت صدام در مورد یک معامله پنهانی فروش اورانیوم داخل شده. این مدارک رو در سال 2004 آمریکایی‌ها منتشر کردن. البته دولت نیجر هم گفت که این مدارک واقعی نیست، ولی به هر حال امکان بالقوه صادرات اورانیوم از نیجر وجود داره و ایران هم طبیعتاً طالب و خواستار دریافت منابع اورانیوم هست. ولی توجه داشته باشید که دولت احمدی نژاد در دو سه ماه آینده تغییر خواهد کرد و دولتی که در شرف تغییر هست برای خریدهای تجاریش برای سال یا سالهای بعد تدارک عمده‌ای نمی‌کنه و کشورهای خارجی هم با دولتی اینچنین وارد معاملات جدی نمیشن. اگر این امکان وجود می‌داشت، آقای احمدی نژاد این تدارک رو برای بعد از تثبیت جانشین خودش بهش فکر می‌کرد. و یک مانع دیگری که در این راه وجود داره تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران هست. ایران مجاز به خرید سنگ خام اورانیوم، کیک زرد و هر نوع ماده‌ای که به توسعه برنامه اتمی ایران کمک بکنه نیست و کشورهای دیگه هم ممنوع هستند و پرهیز داده شدن از فروش این مواد به ایران. بنابراین حداقل به روی کاغذ ایران چنین انتظاری رو نداره و قاچاق کردن مواد اورانیوم از آفریقا به ایران هم کار آسونی نیست. بنابراین من تصور نمی کنم که این بخش از هدفی که شما به اون اشاره کردی انگیزه اصلی سفر آقای احمدی نژاد به نیجر باشه. به بخشی اشاره کردید که اشاره به انتخابات ریاست جمهوری و جابجایی محمود احمدی نژاد داشت. به هر صورت محمود احمدی نژاد بر اساس قانون باید پست ریاست جمهوری رو تحویل کسی دیگه ای بده. آیا و امروز شاید سفرهایی که او با عنوان سفر استانی به همراه اسفندیار رحیم مشایی انجام میداد رو بسیاری بر این باورند که در راستای همین پروژه‌های تبلیغاتی بود. چگونه است که در میان این فصل مهمی که امروز شاید میتونست از اون به نفع انتخابات در داخل کشور استفاده کنه، چرا این سفر خارجی رو در این دوره تاریخی انتخاب میکنه و به این سفر میره؟ خیلی من مطمئن نیستم و تصور نمی کنم که شاید حتی تصمیم درستی بوده که در این موقعیت حساس که هر روز رئیس دولت با هجوم‌های مختلف رو هست و طبیعتاً در فرصت باقی مانده بایستی کارهای تدارکاتی زیادی رو انجام بده، مبادرت بکنه به یک سفر خارجی بی‌حاصل که چند روز وقت او و چهره‌های اصلی همکار او رو میگیره. آقای احمدی نژاد در تدارک برگزاری یک تظاهرات یا اجتماع 100,000 نفری برای قدرت نمایی در مقابل رهبر جمهوری اسلامی است. حتی برگزاری این اجتماع، تدارک کردن اون و یا خونسا کردن تحریکاتی که مخالفین اجرای این برنامه به هر حال صورت میدن، جزء کارهای تدارکاتی است که آقای احمدی نژاد با حضور در تهران میتونست اونها بیشتر بپردازه. چرا در این موقعیت تهران رو ترک کرده؟ این شاید به نوعی جای اما و اگر رو همچنان باقی میگذاره. ولی انجام یک سفر آفریقایی کمکی به بالا بردن وزن آقای مشایی به عنوان کاندیدای بعدی رئیس جمهوری نخواهد کرد. به نوعی شاید آقای احمدی نژاد هنوز تحت تأثیر سفرهای خارجی گذشته خودش است، به خصوص سفرهایی که از حضور در شورای امنیت، فحاشی به اسرائیل و دادن شعارهای داغ آغاز کرد و این شعارها انعکاس بین‌المللی پیدا کرد و انعکاس این خبرها در داخل موقعیت داخلی آقای احمدی نژاد رو تحکیم کرد و او تونست با ترجمه
قدرت و یا شهرتی که در خارج به دست آورده بود در جهت تحکیم مواضع داخلی خودش استفاده بکنه. ولی وضعیت کنونی آقای احمدی نژاد در دنیا تغییر کرده، وضعیت کنونی آقای احمدی نژاد در داخل و مناسبات او با رهبر جمهوری اسلامی کاملا تغییر کرده و آفریقا هم در حقیقت در حد آمریکا و نیویورک برای آقای احمدی نژاد نخواهد بود. از این لحاظ به نظر من شاید انتخاب این موقع و رفتن به این سفر خیلی قابل توجیه نیست. بخش دیگه‌ای که اشاره داشتیم در این کشورهایی که امروز مقصد محمود احمدی نژاد برای سفر هستش، ما شاهد این هستیم که برخی از کشورهایی که امروز طرف گروه 5 به علاوه 1 نشستن سرمایه گذاری هایی رو شروع کردن، به طور خصوص ایالات متحده و انگلستان. کشور نیجر هم که سالهای سال جزء مستعمرات فرانسه بوده هنوز دارای تعاملات اداری و رابطه قوی هستش با کشور فرانسه. چگونه است که فکر میکنید حتی از چنین مسیری میخواد عبور بکنه محمود احمدی نژاد و شاید به نوعی میخواد تحریم ها رو دور بزنه؟ چون چیزی بوده که قبلا هم صالحی به طور ضمنی در این مورد صحبت کرده بوده. آقای صالحی اعلام کرده که سال آینده سال سیاست توسعه مناسبات با آفریقا است. آقای صالحی مطمئن نیست که خود ایشون در مقام وزیر خارجه یک سال دیگه باقی خواهد بود یا خیر. سیاست آفریقایی جمهوری اسلامی از 3 سال پیش و از زمانی که پیشکسوت آقای صالحی مقام وزارت خارجه داشت، یعنی آقای منوچهر متکی، با بحران جدی روبرو شد. در کشوری که شباهت اسمی با نیجر داره، یعنی کشور نیجریه، محموله قاچاق اسلحه ایران پیدا شد و متعاقبا پرونده ایران به شورای امنیت به عنوان یک تخلف امنیتی ارجاع شد. بعد از اون مسئله مشابهی در سنگال پیش آمد و همین چند ماه پیش ما شاهد محاکمه 2 ایرانی در کشور کنیا بودیم به اتهام نقل و انتقال و معامله مواد منفجره. این رویدادها سیاست آفریقایی ایران رو با مشکلات جدی روبرو کرده. حالا علاوه بر مشکلات امنیتی و مشکلات سیاسی که در مناسبات ایران با آفریقای جنوبی پیش آمده، امکانات محدود مالی ایران هم افزوده شده. کشورهای آفریقایی را ایران با پرداخت پول در جهت خودش قرار میداد، حال اون که به علت کاهش درآمد نفت از سال گذشته این امکانات به مراتب کمتر از گذشته است و ایران نمیتونه سخاوتمندی‌هایی که در 3 سال گذشته 4 سال گذشته در ارتباط با کشورهای آفریقایی داشت، اونها اتومبیل‌هایی با شمار زیاد و پول ارزان و یا دادن تراکتورهای ساخت کارخانه تراکتورسازی تبریز یا وعده ساختن کارخانه برق و یا کمک مالی مستقیم ترغیب میکرد این کمک ها رو ادامه بده. بنابراین سیاست آفریقایی جمهوری اسلامی در سال آینده به مراتب با مشکلاتی جدیتر از امسال روبرو خواهد بود. محمود احمدی نژاد در پیش از سفرش به این 3 کشور گفته که رابطه ما با کشورهای آفریقایی اعتقادی و برادرانه است. از سمت دیگه میگوید که همان گونه که دلمان برای ملت فلسطین میسوزد، باید برای ملت آفریقا و آمریکا هم بسوزد. اشاره ای شاید باشه به همون معادله ای که شما در صحبتاتون هم بهش اشاره داشتید و نزدیکی به کشورهایی که در آمریکای جنوبی از وضعیت اقتصادی بسیار خوبی برخوردار نیستند و یا کشورهایی که در آفریقا هستند. فکر میکنید چقدر این سیاست به فریاد جمهوری اسلامی تا به امروز رسیده، به نحوی که حتی در شورای حقوق بشر ما شاهد این هستیم که کشورها هر روز کمتر رأی منفی و یا ممتنع به نقض قطعنامه های نقض حقوق بشر در ایران میدن، در شورای امنیت هم آنچنان وضع مناسبی نداره جمهوری اسلامی. چگونه است که با تمام این شکست ها همچنان اصرار بر این سیاست ها دارن؟ آقای احمدی نژاد میگه که دلشون برای کشورهای فقیر آفریقا و آمریکای لاتین میسوزه. در حقیقت کشورهای آفریقایی هم میتونن رؤسای دولتشون همین دلسوزی رو برای مردم ایران داشته باشن. متاسفانه وضع ما این روزها خیلی بهتر از کشورهایی که آقای احمدی نژاد برای اونها دلسوزی میکنه نیست. در حقیقت جمع بیا سوت دلان گرد هماییم شده با توجه به وضعیتی که ایران داره و برخلاف امکانات بالقوه‌ای که ایران داره. ایران میتونست یک کشور قدرتمند نه تنها در منطقه بلکه در سراسر جهان باشه. ایران هدف قرار گرفتن در جمع
5 کشور بزرگ دنیا رو داشته، زمانی که عملا در جمع 10 کشور بزرگ دنیا قرار داشته، ولی حالا نه مقام اقتصادی ایران، نه رشد صادرات ایران، نه میزان اشتغال در ایران، هیچ کدوم با ارزیابی های متعارفی از یک کشور حتی متوسط در دنیا هم نمیخونه. کشورهای منطقه از این لحاظ از ایران فاصله زیادی گرفتن. حرفای آقای احمدی نژاد بیشتر شکل شعاری داره و دلسوزی های اونها ایشون از قوه به فعل هم نمیتونه در بیاد، یعنی در جهت همراهی با کشورهای آفریقایی آقای احمدی نژاد دیگه امکاناتی برای کمک مالی نداره. امکاناتی که فکر میکرد با استفاده از ذخیره 700 میلیارد نتیجه صادرات نفتی که در طول 6 یا 7 سال حکومت ایشون داشت، بخشی از اون رو به کشورهای آمریکای لاتین و بخشی رو به کشورهای آفریقایی منتقل بکنه. در مورد کشورهای آمریکای لاتین ایشون یک گزینه داشت، یعنی کشورهایی رو برای توسعه مناسبات انتخاب میکرد که به چپ سیاست آمریکای لاتین متمایل بودند و در خط سیاست آقای چاوز و کشور ونزوئلا قرار داشتند. در مورد آفریقا این انتخاب نوع دیگری بود. ایشون در هدف‌گذاری اولیه کشورهایی که دارای جمعیت مسلمان بودن انتخاب کرده بود، در جهت در ردی دوم کشورهایی که در داخل با نابسامانی روبرو بودند و امکان استفاده از پول و کمک‌های جمهوری اسلامی، تظاهر به مسلمانی کشورهای آفریقایی و بعد جاذبه برای گرفتن کمک‌های نظامی و ایجاد اختشاش در داخل فراهم بوده. به این ترتیب ایران به بخشی از کشورهای غرب آفریقا و همینطور مرکز و شمال آفریقا متمایل شده، ولی به غیر از سودان و سومالی در جای دیگری به توفیق زیاد نرسیده و حالا از کشورهای آفریقایی استفاده میکنه فقط به عنوان داشتن یک پرچم که بلند کرده و بگه زیر اون پرچم کسان دیگری هم هستن. من به یادم میاد وقتی که در اوایل انقلاب یکی از نمایندگان بورکینافاسو به تهران آمده بود، این در تهران شکل یک لطیفه و طنز رو به خود گرفته بود برای اینکه مردم ایران اصلا با جایی به اسم بورکینافاسو آشنا نبودن و در همون زمان هم دولت انقلابی جمهوری اسلامی سعی داشت کشورهای کوچکی مثل بورکینافاسو رو مثلا جایگزین کشورهای بزرگی بکنه که در اون زمان ایران رو سفارتخونه هاشون ترک کرده بودن، سفارتخونه هاشون تعطیل شده بود و ایران میخواست بگه که در انزوا قرار نداره و با کشورهای دنیا مناسبات خوبی داره. حالا بورکینافاسو یکی از کشورهایی است که ایران به هر حال مناسباتش با اون به قول ادبیات جمهوری اسلامی نهادینه شده. از این اسامی ایران فقط استفاده ابزاری و شعاری میکنه، ولی این استفاده در جهت تکمیل اقتصاد ایران، رشد اقتصادی ایران و افزایش مناسبات و توسعه مناسبات تجاری خارجی ایران به هیچ وجه قرار نخواهد گرفت. آقای طرزاده اگر اجازه بدید با امروز اگر یه نگاهی به روزنامه‌های جهان بندازیم، اکثرا باز هم برگشتن به مسئله اتمی ایران، به مسئله اینکه این سفرها در همون راستاست. چه درست باشه و چه حتی نیت واقعی محمود احمدی نژاد این نباشه، امروز باز هم این سفر مسئله هسته‌ای ایران رو به تیتر یک روزنامه‌ها بدل می‌کنه. مسئله‌ای که مورد سوال قرار می‌گیره اینه که آیا فکر میکنید محمود احمدی نژاد باز هم به دنبال ایجاد حساسیت هستش و با توجه به تنش‌هایی که در به طور مثال کره شمالی به وجود اومده، آیا او هم میخواد در این تنش ایجاد کردن بیش از اندازه و بازی کردن با افکار عمومی جهان نقشی داشته باشه و یا نه این فقط یک تقارن تاریخیه؟ فقط دو نکته رو بایستی بهش اشاره بکنم. یکی این که به محض اینکه یک بخشی از مذاکرات خارجی ایران در ارتباط با برنامه اتمی با شکست روبرو میشه، این ترس از انزوای بیشتر و نگرانی برای تحمیل تحریم‌های بیشتر در داخل ایران شکل داغ‌تری میگیره. خب ایران میخواد بلافاصله بگه که نه، همچنان در موضع قدرت است که بخشی از این تبلیغات
خرج داخلی داره، مردم رو از نگرانی خارج بکنه، ریال رو از سقوط آزاد بیشتر نجات بده، و یا همینچنان متظاهر به این باشه که منزوی نشده و هنوز سرپا ایستاده و این فشارها نمیتونن جدی باشن. این بخشی از تبلیغاتی است که بعد از شکست مذاکرات اتمی ایران بهش مبادرت میکنه. طبیعتا در روندی که ایران پیش گرفته، یعنی مقاومت در مقابل خواسته های جامعه جهانی و تن ندادن به درخواست های جامعه جهانی در مورد برنامه اتمی خودش، پذیرای یک نوع فشارهای تازه هم هست و این انتظار میره که طی هفته های آینده، حداقل بعد از انتخابات رئیس جمهوری، اگر ایران به این روند ادامه بده، فشارهای بیشتری متوجه ایران بشه، تحریم‌های بیشتری در آمریکا و اروپا علیه ایران تحمیل بشه. ولی نکته‌ای که وجود داره این است که آقای احمدی نژاد عملاً در روند مناسبات خارجی ایران کنترلش از دست داده. حتی وزیر خارجه آقای صالحی به عنوان یک سخنگوی بی‌مسئولیت سیاست خارجی مسائلی رو عنوان میکنه که با روند هدایت سیاست خارجی هیچ تناسخی نداره. بخشی از سیاست خارجی رو سپاه پاسداران و لشکر قدس یا سپاه قدس هدایت میکنن، بخشی دیگر از اون رو دفتر رهبر جمهوری اسلامی هدایت میکنه و بخش دیگر رو شورای امنیت ملی ایران. این بخش اخیر به خصوص مسائل حساس دیپلماسی اتمی ایران رو زیر کنترل خودش داره و آقای احمدی نژاد هم به این قضیه کاملا واقفه. همین چند روز پیش بود که ایشون گلایه میکرد که تا زمانی که دیپلماسی اتمی ایران در اختیار دولت بود ما هیچ مشکل جدی نداشتیم، ولی حالا این دیپلماسی 4 صاحب پیدا کرده. بنابراین آقای احمدی نژاد به دنبال رفع و رجوع این وضعیت هم نیست. اگر این وضعیت رو بحرانی تر از این که هست نخواد، حداقل در جهت رفع و رجوع اون اقدام مثبت و کمکی انجام نمیده. سفری که آقای احمدی نژاد انجام داده به خارج طبیعتاً به دولت و نیازها و خواسته های خود او برمیگرده، تا حتی نیازهای جمهوری اسلامی، بگذریم از این که آیا این نیازها نیازهای ملی ایران هم هست یا خیر. آقای تقی‌زاده اگر اجازه بدید بحث رو در یک فاز دیگه به پایان ببریم، و اون اینه که محمود احمدی نژاد در چند وقت گذشته بارها اشاره داشته که نمیگذارند من کار بکنم. این نمیگذارم ها رو چگونه تفسیر میکنید؟ بایستی این رو آقای احمدی نژاد توضیح بده، ولی طبیعی است که این نگذاشتن ها به دست مخالفین آقای احمدی نژاده، و حالا آقای مخالفین آقای احمدی نژاد رو هم میشه در مجلس در صفوف اصولگرایان و در گروه همراهان آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دید. اونها هستند که در مجلس مانع از پیشبرد کارهای اونها میشن. مثلا در یک مورد آقای احمدی نژاد قصد داشت که با دادن اعانه، با دادن کمک و پرداختهای مستقیم به مردم، مردم رو متوسل و نیازمند به خودش بکنه و طرحی رو درست کرده بود به عنوان پرداخت یا هدفمند کردن یارانه ها. این پول حالا در حدود 60,000 تومان یا اندکی کمتر در اختیار مردم قرار میگیره که با اون میتونن شاید 1.5 کیلو گوشت بخرن. ایشون علاقمند بود که این کمک های مستقیم دولت رو، یا حداقل مدعی این بود، تا 250,000 تومان افزایش بده، ولی مجلس جلو این کار رو گرفت. همین روز گذشته بود که یکی از مخالفین مشروطه آقای احمدی نژاد، یعنی آقای توکلی که مسئولیت مرکز پژوهش‌های مجلس رو هم در اختیار داره، اعلام کرده بود که احمدی نژاد می‌خواست 250,000 تومان به مردم بده و 450,000 تومان از جیب اونها بابت افزایش قیمت سوخت در بیاره. البته این به نوعی درش واقعیت هم هست، ولی واقعیت دیگری که احمدی نژاد علاقمند به او بود و هنوزم هست این است که مردم رو جیره خور خودش بکنه، که سیاست کاملا غلطی بود برای داشتن یک اقتصاد پویا، اقتصاد آزاد. دادن کمک هزینه مستقیم به مردم روشی بسیار ناپسند و غلطه و میتونه باعث افزایش بیکاری، کندی تولید، افزایش قیمت ها بشه، چیزی که آقای احمدی نژاد کمترین توجهی به اون نداره. البته او مایل به افزایش قیمت کالاها هم بود، من جمله کالاهای سوختی بخصوص، ولی در اون مورد هم حالا اقدام مناسبی انجام نمیده و او هم صبر میکنه تا انتخابات رئیس جمهوری برگزار بشه. بعد از اون یقیناً
اگر که دست آقای احمدی نژاد در انتخابات دست بالاتر باشه، طبیعتا این به قیمت کاهش قدرت و نفوذ رهبر جمهوری اسلامی خواهد بود. اون موقع این امکان رو خواهد داشت که در مورد آینده اقتصادی ایران شاید طرحهای نوعی بندازه، ولی با توجه به آدمهای کوچکی که در کنار آقای احمدی نژاد طی 8 سال گذشته قرار داشتن، بعیده که حتی با فکر بهتر آدمهای کوچکتر بتونن وضعیت بحرانی اقتصادی ایران و وضعیت نابسامان سیاسی ایران و همینطور وضعیت اتمی ایران رو که یک خطر امنیتی مستقیم علیه ایران هست رو به مسیر درستی ببرن. آقای تقی‌زاده، اگر اجازه بدید سوال پایانی بحث رو هم جمع بکنیم. شما میخواستید مطرح بکنید. گفتم بحث جمع‌بندی بکنم به خاطر اینکه الان واقعا یه سوال دیگه پیش میاد که محمود احمدی نژاد این میان با تمام این صحبتی که کرده و شما هم بهش اشاره داشتید که زمانی که دولت مسئله اتمی رو در دست داشته مشکلی نداشتیم، چگونه است در 8 سال گذشته یا واقعا چنین ادعایی صحیح هستش یا نه؟ این سوال پایانی گفتم که چون سوال پیش اومد، آیا واقعا چنین ادعای محمود احمدی نژاد صحیح هست؟ به نظر من در این مورد هم آقای احمدی نژاد تا حدی شیطنت میکنه. اونجایی که ایشون بهش اشاره نمیکنه، حمایت رهبر جمهوری اسلامی از اقدامات آقای احمدی نژاد در طول 6 سال بعد از انتخاب او به عنوان رئیس جمهور هست. نکته ای که باز هم به اون اشاره نمیکنه، قطع این حمایت در طول 2 سال گذشته است. ولی آیا پرونده اتمی ایران از ابتدا در دست آقای احمدی نژاد بوده؟ این حرف درستی نیست، چرا که در دوران قبل از آقای احمدی نژاد هدایت پرونده اتمی ایران از دولت به شورای امنیت ملی منتقل شد و اگر به خاطر داشته باشید در سال 2003 وزیر خارجه آقای خرازی به عنوان حاشیه در کنار آقای حسن روحانی قرار داشت و هدایت دیپلماسی اتمی ایران به عهده دبیر وقت شورای امنیت ملی یعنی آقای حسن روحانی بود. این مسئولیت بعداً با آقای وزیر رئیس کنونی مجلس آقای علی لاریجانی واگذار شد و در طول چند سال گذشته بعد از کنارگیری آقای علی لاریجانی این مسئولیت رو سعید جلیلی به عهده گرفته. از ابتدا هم وزارت خارجه جمهوری اسلامی در هدایت پرونده اتمی نقش خیلی زیادی نداشت و هدایت این پرونده مستقیما در طول 10 سال گذشته به شورای امنیت ملی واگذار شده بود، ولی با توجه به پیشرفت هایی که در زمینه اتمی ایران پیدا کرد و تونست چرخه سوخت اتمی رو تکمیل بکنه، تعداد سانتریفیوژها رو تا حدودی افزایش بده و این موفقیت ها رو آقای احمدی نژاد به حساب اقدامات دولت گذاشت، نفوذ شخص رئیس دولت و تا حدی وزارت خارجه در هدایت پرونده اتمی زیادتر شد، ولی این نفوذ هیچ وقت در حد تعیین کننده و سیاست گذار نبوده. این سیاست گذاری و نقش تعیین کننده رو آقای علی خامنه ای در عهده داشته و به نمایندگی از طرف او دبیر شورای امنیت ملی هدایت این دیپلماسی رو بر عهده گرفته و ادعای آقای احمدی نژاد در این مورد چندان درست نیست. ممنون آقای تقی‌زاده از اینکه همراه ما بودید و باز هم تشکر میکنم از اینکه این اطلاعات رو در اختیار ما گذاشتید. به هر صورت این مسائل سوالهای بسیاری رو پیش میاره. من همونجوری که قول دادم سوال پایانی بود، وگرنه یه عالمه سوال دیگه هم برای من پیش میومد. لابلای صحبت ها همین گونه حاشیه ها بسیار هستش. به هر صورت امیدوارم اگر اجازه بدید در فرصت های دیگه هم باز هم مزاحم شما بشیم. خواهش میکنم فکر بینندگان خودتون هم باشید، با سوالات مکرر و پاسخهای تکراری اونها رو کمتر خسته کنید. ممنون، لطف دارید. از شما هم تشکر میکنم که همراه ما بودید. امیدوارم که با نظرات و پیشنهادات خودتون که از طریق صفحه فیسبوکی ما و همچنین از طریق آدرس ایمیل برنامه تفسیر خبر میتونید برای ما ارسال کنید، ما را در بهتر شدن این برنامه یاری برسونید. امیدوارم که روزگاران بر شما خوش باشه و تا درودی دیگر بدرود.